حمایت شهروندان و داوطلبان لهستانی پس از تهاجم روسیه به اوکراین از نخستین روزهای ورود پناهجویان به لهستان پرشور و مداوم ادامه یافته. بر اساس برآوردهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، بیش از 1,900,000 نفر از پناهجویان اوکراینی وارد کشور لهستان شدند. گزارش همکارم رامین حقجو، خبرنگار صدای آمریکا از ورشو، پایتخت لهستان. من در ایستگاه قطار کراکوف هستم، محلی که پناهجوها خودشون رو تونستن از اوکراین به لهستان برسونن و از شهر پشمیشل با بیش از 300 کیلومتر با قطار بیان و برسن اینجا و از اینجا خودشون رو به شهرها و کشورهای دیگه اروپایی برسونن. صحبتی داشتم با یکی از پیشاهنگای لهستانی در ایستگاه قطار و بهم گفتش که آمار کرونا در لهستان داره بالا میره، رنگ به رنگ قرمز در اومده. اون هم به خاطر این هستش که در زمانی که پناهجویان از مرز لهستان وارد کشور لهستان میشن، از اوکراین به سمت لهستان میان، از اونها آزمایشی گرفته نمیشه و این باعث شده که نگرانی ها در لهستان و کشورهای دیگه اروپایی افزایش پیدا کنه. یستیم کراکوفسکی میهارسجامی، ما پیشاهنگ هستیم و از منطقه مالوپولسکی لهستان اومده ایم. ما از ابتدا اینجا هستیم و احساس میکنیم که در اینجا به ما خیلی نیاز دارن و قطعا به حمایت نیاز داریم، زیرا افراد زیادی در اینجا به کمک نیاز دارن. ما هر کاری بتوانیم انجام میدهیم، با آنها نشان میدهیم کجا میتوانند بروند یا کمی استراحت کنند. در واقع این تنها کاری است که میتوانیم انجام دهیم. گمان میکنم ما به حمایت نیاز داریم. هر روز متفاوت است و قاعده ای وجود ندارد. در یک روز 100 نفر و در یک روز 1,000 نفر دیگر مبتلا به کووید هستند. واقعا بسته به وضعیت مرز اوکراین متفاوت است. ما پیشاهنگ هستیم و قطعا روی اقدامات مسالمت‌آمیز کار می‌کنیم و می‌دانیم که هر شرایط جنگی بحران انسانی به همراه دارد و ما فقط می‌خواهیم این مشکلات را حل کنیم. ما از همان ابتدا که اولین پناهجویان آمدند اینجا بوده‌ایم و تا زمانی که لازم باشد خواهیم ماند. رامین حقجو، صدای آمریکا، کراکوف، لهستان.